افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا با ماست. آقای شاهی، بذارید با همین سوال آغاز کنم. چقدر ممکن هست که کشورهای دخیل در مسئله سوریه وارد یک جنگ تمام عیار بشن؟ ببینید، دقیقا 6 سال پیش وقتی که ناظران سیاسی وضعیت داخلی امنیتی و سیاسی سوریه رو رصد می‌کردن، هیچ وقت نمی‌تونستن انتظار این رو داشته باشن که یک حرکت جدی ضد دولتی به وجود بیاد و خیلی زود اون حرکت ضد دولتی تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار داخلی. و در چند سال گذشته هم که در واقع ریشه های یعنی ماهیت این جنگ داخلی تبدیل شد به یک جنگ در واقع نیابتی منطقه‌ای، همواره در واقع کارشناسان اظهار کردن که امکان این وجود نداره که ماهیت نیابتی این جنگ تغییر بکنه و تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار. اما امروز وقتی که ما به شواهد نگاه میکنیم، وقتی که میبینیم که چطور تغییرات عمده داره به وجود میاد روی آرایش نیروها و همچنین روی وقتی که به در واقع نوت‌های سیاستمداران مثل عادل جبیر امروز بهش اشاره شد در گزارش قبلی توجه می‌کنیم، می‌بینیم که واقعاً این مسئله یا در واقع این تهدید جنگ تمام عیار لزوماً یک چیز محال نیست. امروز متأسفانه شرایط به حدی رسیده که امکان داره کشورهای منطقه خصوصا عربستان سعودی و ترکیه برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر در سوریه مستقیما وارد عمل بشن که این میتونه تبعات بسیار جدی داشته باشه. خب بذارید از همین ترکیه شروع بکنیم، چون میدونیم که به هر حال ترکیه حمله هوایی به مواضع کردها رو در حلب در شمال ترکیه به نوعی آغاز کرد. چقدر این که یک عضو دیگر ناتو، فرانسه از ترکیه هم پیمانش در ناتو خواسته که این کار رو متوقف بکنه، معنادار هست در شرایط کنونی؟ آیا ناتو در واقع موضع ترکیه رو داره رد میکنه، به نوعی داره پشت ترکیه رو خالی میکنه؟ ببینید، ترکیه یک جزء مکمل ناتو هست. اگر که شما به اساسنامه ناتو توجه بکنید، ماده 5ش ذکر میکنه که حمله بر علیه هر کشوری که جزء این پیمان امنیتی هست، حمله بر علیه کل اعضای ناتو هست. اما در صورتی که ترکیه بدون هماهنگی با ناتو حمله بکنه به کشور دیگه و مورد حمله قرار نگیره، ناتو از لحاظ نظری و حقوقی و قانونی هیچ گونه تعهدی در قبال ترکیه نداره و سیاستمداران ترکی هم به این در واقع اشراف دارن، روی این مسئله اشراف دارن. بنابراین ممکن هست که ترکیه رو تنها بگذارن در چنین حمله. در صورتی که ترکیه بدون هماهنگی وارد کارزار سوریه بشه و در عین حال هیچ گونه شواهدی هم وجود نداشته باشه که به ترکیه حمله شده، درست، این میتونه در واقع شرایطی رو به وجود بیاره که ناتو هیچ گونه تعهد نظامی و امنیتی در قبال متحدش ترکیه نداشته باشه. اما بحث خیلی پیچیده میشه اینجا. همین چند دقیقه پیش در گزارش شنیدید که آقای مدویدف میگه که یک جنگ سرد در جریان هست. ترکیه میتونه ادعا بکنه، قبلا هم کرده، که روسیه به طور مداوم داره حریم هواییش رو مورد در واقع هدف قرار داده، رد میشه از حریم هواییش بدون اجازه ترکیه. آیا اینها میتونه تعیین کننده باشه؟ اگر که به فرض مثال مجدداً مسکو حریم هوایی ترکیه رو نقض بکنه و این نقض حریم هوایی باعث در واقع تشنجات جدید بشه و این تشنجات باعث در واقع یک درگیری بشه و این ثابت بشه توسط پیمان ناتو، خب این در واقع این زمینه قانونی به وجود میاد، این زمینه به وجود میاد برای حمایت ناتو. اما خب پیام هایی میام که ما از ناتو گرفتیم در چند روز گذشته، همین شما خودتون از بعضی از اعضای ناتو گرفتیم، مثلا مثل تاکید مکرری که آمریکا داشته روی این مسئله که ترکیه باید از سیاست فعلیش دست برداره. امروز ما از فرانسه هم همین پیام رو شنیدیم. این به نظر من بیانگر این هست که بعضی از مهمترین اعضاهای ناتو مثل آمریکا و فرانسه از سیاست‌های ماجراجویانه امروز ترکیه آنچنان راضی نیستند.
اگر که بخوایم بحث رو ببریم روی موضع آمریکا و روسیه در حال حاضر، آمریکا و روسیه ظاهرا همین امروز رهبرانشون با هم گفتگو داشتن و به این نتیجه رسیدن که بهتر هست همکاری بکنن. این همکاری اصلا به چه شکل خواهد بود؟ چه همکاری توقع میره که روسیه و آمریکا در سوریه با هم داشته باشن؟ ببینید، این دو کشور همزمان هم دارن با هم رقابت میکنن، هم انتظار همکاری دارن. همکاری ها بر پایه رسوندن در واقع منابع و اغذیه و کمک های انسانی در مناطق آسیب دیده است. اما در این حال تا زمانی که یک تعهد سیاسی وجود نداشته باشه، یک تعهد سیاسی چندگانه هم از طرف روسیه و متحدش در واقع بشار اسد و هم از طرف آمریکا و متحدینش در اون در واقع شطرنج سیاسی که ما در روسیه می‌بینیم، در بدون این ما انتظار هیچ گونه همکاری جدی نمیتونیم داشته باشیم. آقای شایب، قبل از اینکه بحث تموم شه بذارید از ایران هم در مورد ایران هم سوال بکنم. یکی از فرماندهان ارشد ارتش ایران، فرمانده پدافند هوایی، گفته که ایران آماده است که به دولت سوریه کمک بکنه برای حفظ حریم هواییش. چقدر واقعا ایران آماده است که در اون لول وارد این نبرد بشه؟ ببینید، هفته گذشته وقتی که ده روز گذشته وقتی که برای اولین بار یکی از سخنگوهای وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که امکان این وجود داره که عربستان نیروهای ویژه‌شو بفرسته، در واقع برخورد ایران یک برخورد خیلی جدی نبود. حتی بعضی از مقامات ایرانی این سیاست رو به سخره گرفتن. اما در دو روز گذشته ما شاهد این بودیم که بعضی از مقامات کشوری و لشکری در واقع جبهه گرفتن و اشاره کردن که در صورت نیاز ایران وارد عمل خواهد شد و از حریم هوایی دفاع خواهد کرد. به نظر من این فقط بسنده نمی‌کنه به حریم هوایی. در این شک نیست که اگر که عربستان سعودی نیروهای ویژه یا در واقع نیروهای زمینی رو وارد سوریه بکنه، بدون شک این ماهیت نیابتی این نبرد تغییر میکنه. بدون شک در واقع فعالیت های نظامی ایران هم در کشور تغییر خواهد کرد و چه بسا این تغییرات تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار در واقع در سوریه که بتونه تمام منطقه رو تحت شعاع قرار بده. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد، ممنونم.